سلام مجدد دوستان، امروز میخواییم در مورد واسط های کاربری در پایتون صحبت کنیم. دوستان، تا به حال ما هر کدی نوشتیم معمولا این کد رو در حالت کنسول اجرا کردیم، یعنی یک کنسول اپلیکیشنی داشتیم، اجرا شد، ما رفتیم در کنسول داده هایی وارد کردیم، نام مثلا هاردی، بعد ایج رو وارد کردیم و داده های دیگه و نتایج رو هم در همون کنسول دیدیم. این برای افرادی که حالا ساینس کار میکنند، برای دانشجویان، برای افراد حالا بگیم مطلع از علوم کامپیوتر امر طبیعیه. اما ما افراد بسیار زیادی مثل دانش آموزان رو داریم که این دانش آموزان نمیتونند از این سیستم های کنسول مثلا استفاده کنند. البته دانش آموزانی داریم که خودشون در حد هکرهای برنامه نویسن، اما اکثریت نمیتونند از این حالت کنسول استفاده کنند. پس ما میخواییم یک واسط کاربری تعریف کنیم، چون پروژهی در دانشگاه سراج داریم برای مجازی سازی یک سری از آزمایشگاه های مدارس، یعنی مدارسی که وجود دارن یک سری از آزمایشگاه های اینها مثل آزمایشگاه فیزیک و شیمی رو بیایم و با استفاده از مثلا زبان پایتون به صورت مجازی برگزار کنیم. حالا این قراره به چه شکلی انجام بشه؟ یکی از بخش ها در مورد همین واسط های کاربری خواهد بود. دوستان که علاقمند به این پروژه هستند حتما زیر این ویدیو یا با من ارتباط داشته باشند، در مورد پروژه هم با هم صحبت کنیم. بسیار عالی دوستان، پس ما میخواییم چیکار کنیم؟ اجازه بدید بیام اینجا یک فایل جدید ایجاد کنم به نام مثلا پایتون UI.py. خب ببینید، تا .py رو انتخاب کردم خودش متوجه شد که این یک فایل پایتونه. پس این قسمت رو ببندیم و از این به بعد ما عمل کدنویسی رو در این قسمت انجام خواهیم داد. خب پس فعلا نمیخواییم که ترمینال رو هم ببینیم، این ترمینال هم بسته بشه و بیاییم اینجا. خب پس ما میخواییم یک یوزر اینترفیس تعریف کنیم. یوزر اینترفیس دوستان چطوریه؟ اجازه بدید با یک شکل این رو نشونتون بدم. خب پس الان دقت کنید، ما یک همچین شکل‌هایی داریم. ببینید این شکل، خب مثلا کاربر اینجا نوشته مثلا نیم، بعد یک باکس اینطوری داریم، بعد اینجا مثلا نوشته فامیلی، بعد یک باکس اینطوری داریم، بعد مثلا یک باتنی داریم اینجا که این باتن رو کلیک میکنیم و مثلا یک اتفاقهایی میفته. پس به این ما اصطلاحا میگیم واسط کاربری. پس یک فرم مانندی داریم که به این از این به بعد خواهیم گفت فرم. خب این فرم مانند ماست. بعد اینها ویجت ها هستند. من با اجازتون اینجا میگم ابزارها، من میگم ابزارها، ولی خب توی اینترنت سرچ کنید به اینها ویجت اصطلاحاً گفته خواهد شد. خب الان دقت کنید، اجازه بدید من اینو دیگه کلاً پاک کنم. پس فهمیدیم که میخواییم چه چیزی درست کنیم. برای درست کردن اینها ما میتونیم از برنامه های مختلفی استفاده کنیم. خب پس برنامه های مختلفی رو ایمپورت کنیم، پکیج های مختلفی که این کار رو انجام بدن. بعضی از اینها حتی دیزاینر هم دارن، یعنی خودشون میتونن یک محیطی رو دیزاین کنن. اگه اندازه این فرم من بسیار بسیار بزرگه و داده های بسیار زیادی قرار اونجا قرار بگیره، معمولا با کد نویسی دیگه این کار رو انجام نمیدیم. اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، اجازه بدید سریعا یک مطلبی در مورد کلاس ها در پایتون رو با هم یادآوری کنیم. پس میخواییم یک مطلب بسیار بسیار سریع در مورد کلاس ها در پایتون رو یادآوری کنیم. ما کلاس رو به چه شکلی دوستان تعریف کردیم؟ اگه یادتون باشه نوشتیم کلاس مثلا تست، بعد یه دو نقطه گذاشتیم، در داخل این یک سری اتریبیوت هایی تعریف کردیم، یک سری اتریبیوت ها و یک سری از متد ها. پس میگفتیم خصوصیات و رفتارها. خب اجازه بدید یک نمونه سری من اینجا بنویسم. پس من نوشتم self dot مثلا name مساویه، خب self dot name مساویه مثلا هادی.
چون پایتون یک زبان بدون نوعه، پس زمانی که من نوشتم self.name به صورت پیشفرض این متوجه شد که این متغیر از نوع استرینگ. قبلا هم ما این رو با هم تایپ کردیم، نوشتیم تایپش رو پرینت کن و نوشت کلاس str، یا اومدیم در حالت خلاصه نوشتیم str اینطوری، یعنی این استرینگ از این به بعد بدون که اینها استرینگ هم. اما در مورد متد ها ما یه روش دیگه داشتیم، نوشتیم def، تعریف کردیم، define کردیم، بعد میخواستیم نام متد رو بنویسیم، مثلا نوشتیم show message. خب در داخل این show message همیشه اول نام یک متغیر نوشتیم به نام cell. خب بعد اومدیم مثلا یک سری دستورات رو اینجا قرار دادیم. پس ببینید متد های ما همیشه اولین پارامترشون نام یک متغیریه که ما میخواییم به وسیله اون این متد رو به اون کلاس متصل کنیم. اینا رو در بحث شیگرایی گفتم، فقط یادآوری میکنم چون امروز میخوام از اینها استفاده کنم. خب پس ببینید دوستان، بعد از اینکه اینو تعریف کردیم ما چطوری یک نمونه از کلاس تعریف میکردیم؟ ما خیلی ساده یک متغیری رو مثلا اوبی رو مینوشتیم. خب مینوشتیم مساوی تست اینطوری، اوبی مساوی تست. تا این قسمت رو همه میدونن که به چه شکلیه و من میتونم در ادامه یک لحظه اجازه بدید این خود به خود اجرا نشه. خب در ادامه من میتونم بیام و در این اوبی از تمامی خصوصیاتی که در داخل اون مثلا کلاس تعریف کردم استفاده کنم. مثلا بنویسم اوبی.فلان مساوی فلان. خب پس اوبی.showMessage و اینجور چیزا. پس من میتونم در نمونه سازی به متدهای اون کلاس دسترسی داشته باشم. این بحثی نیست که حالا من الان بخوام در مورد کلاس ها صحبت کنم، فقط یک یادآوری سریعه که شما بدونید ما چطوری از این کلاس ها مثلا استفاده میکردیم. خب برگردم سراغ یوزر اینترفیس. ما در داخل پایتون، یعنی حالت استانداردی که این رو اینستال میکنیم بر روی سیستم، یک بسته ای داریم به نام تینکر. خب یعنی ما بایستی مثل اون بسته ماتماتیکس که این رو اول اینکلود کردیم بیایم و این بسته تینکر رو هم اینکلود کنیم. به چه شکلی؟ در اولین سطر برنامه خواهیم نوشت from، بعد نام بسته رو خواهیم نوشت tki-inter، خودش اینجا برای من لیست کرده. من می‌نویسم import ستاره، یعنی هر چیزی که در درون این بسته قرار داره رو import کن. خب یک جاهایی ما معمولا می‌نوشتیم import فقط tinker، میگم الان هر متدی که در داخل اینه برای من فراخوانی کن، تمامی اون کلاس ها رو من میخوام داشته باشم. خب اینجا دوستان بعد از اینکه این خط از دستور رو نوشتید، همیشه چون ما مثلا از چی استفاده میکنیم؟ از VS Code استفاده میکنیم، یا اگه در این کانال دیده باشید ما از کندا استفاده کردیم در این سیستم برای نصب نسخه های مختلف پایتون، حتما این رو یک بار اجرا کنیم. خب اگه اجرا شد مثل این حالت، ببینید حالت رو نگاه کنید. خب حالا اینجا میگه remind me later، عصبانی نشه بعد کدهای ما رو پاک کنه. بعد ببینید اگه اینطوری شما یک خروجی معمولی گرفتید، خب پس بدونید که سیستم ما داره درست کار میکنه. نه اینجا اومد لاین های قرمز و چرت و پرت نوشت که مثلا من این بسته رو نمیتونم پیدا کنم. خب پس بایستی بدونیم که بایستی بریم و این بسته رو با استفاده از پیپ، خب که حالا راجع به اونم بعداً صحبت خواهیم کرد، اینستال خواهیم کرد. در 99% موارد شما خطایی نخواهید دید، اما اون 1% جایی که پایتون ما درست نصب نشده، یا ما آمدیم نسخه های مختلف پایتون یا اکستنشن های مختلف مثل همین سیستم رو اینستال کردیم و مطمئن نیستیم که آیا این بسته در اون مسیر ما قرار داره یا خیر. خب پس این از این. بعد از اینکه ما اومدیم و این کار رو انجام دادیم، اجازه بدید این کد رو که من ببندم این قسمت رو. خب
بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، ما بایستی بیایم و یک نمونه از یک کلاس تعریف کنیم. پس مثل همون مثال قبلی، بنویسم روت مساوی TK. خب روت مساوی TK یعنی چی؟ روت نام متغیره، نام اصطلاحاً نمونه است دیگه. اگر از برنامه نویسی مبتنی بر اشیا بلدی، روت نام یک نمونه است. این TK چیه؟ زمانی که ما اومدیم و این قسمت رو ایمپورت کردیم، ما الان کلاسی به نام TK داریم. دیگه با اون کلاس من کاری ندارم، من یک نمونه از اون ساختم با نام روت. خب الان اگه دقت کنید، ما میایم و یک سری کدهایی قرار اینجا بنویسیم. من می‌نویسم کد، بعد یک جایی قرار ما لوپ رو انجام بدیم. یک جایی ما قراره لوپ رو انجام بدیم و اون به چه شکلی خواهد بود؟ اینجا خواهم نوشت root dot main loop. یعنی چی؟ ببینید، فرم ها مانند کنسول نیستند. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما یک فرم رو اجرا میکنیم، این روند به صورت خطی نیست، از اینجا شروع شده و اینجا تموم شد. بایستی یک فرم مداوم در حال اجرا باشه تا جایی که من حالا کاربر یا من برنامه نویس با دستور این فرم رو متوقف کنم، فرم رو در ساده ترین حالت مثلا ببندم. خب پس ببینید، الان نوشتم root.mainloop، یعنی این کدی که نوشتم در حال اجرا خواهد بود و این به صورت یک لوپ اجرا خواهد شد تا اینکه من دستور مثلا حالا exit رو بدم یا اون پنجره مثلا فرم رو در نظر بگیرید، اون علامت ضرب در رو اونجا بزنم و فرم من بسته بشه. خب حالا اولین پارامتری که من میخوام اینجا شما الان یاد بگیرید، بیایم و برای این یک ابعادی در نظر بگیریم. پس می‌نویسم root dot geometry، اول همین اولین گزینه. بعد بیام و مثلا یک ابعادی در نظر بگیرم. مثلا اگه اجازه بدید، مثلا بنویسیم 400، یک x بذاریم اینجا، بعد در 200. خب میگیم root ما geometry که خواهد داشت، خب جیومتری که خواهد داشت به این شکل خواهد بود، 400 در 200. ببخشید که این انقدر میاد و میخواد ما رو به زور هم که شده راهنمایی کنه که شما چه کارهایی رو انجام بدید. خب پس الان برنامه رو اجازه بدید اجرا کنم. بله دیگه متوجه شدیم آقا، خیلی هم ممنون که لطف کردید و این توضیحات رو برای ما گفتید. خب الان شما بعد از اجرای این برنامه، این پنجره ساده رو این بالا خواهید دید. فعلا ما هیچ چیزی به این فرممون اضافه نکردیم، پس کاربر ما زمانی که میاد و میخواد مثلا این فرم رو اجرا کنه، این فرم رو خواهد دید، فرم خامه. فعلا ابعاد دادیم بهش، ابعاد رو از نظر پیکسل در نظر بگیرید، یه ابعادی مثل اینه. حالا مثلا فرض کنید اگه میخواید بعداً اسکرین بگیرید، مثلا IGTV درست کنید یا هر چیز دیگه، شما باید ابعاد رو معکوس بدید، مثل یک تلفن گوشی، مثلا اسکرین گوشی این عمل کنه. خب پس این از ساده ترین فرمی که من میتونستم طراحی کنم. اما خب الان در مرحله بعدی ما میخواییم یک سری داده هایی به این فرم اضافه کنیم. پس میام و برنامه رو دقت کنید، با استفاده از این میبندم در حالت کلی که این بسته شه، بعد بیایم و ترمینالمون رو ببندیم. در این قسمت کد من میخوام یک لیبل تعریف کنم، اصطلاحاً اون داده هایی که به صورت متن بر روی یک فرم نوشته میشه لیبل یا برچسب نام دارن. پس یه متغیری تعریف میکنم به نام LBL، LB یا مثلا مساویه، بعد می‌نویسم لیبل. خب همین راهنمایی ها استفاده می‌کنم. بعد دقیقاً مثل همون حالت هایی که ما برای چی می‌نوشتیم، برای
متد ها می نوشتیم که اینا وصل می شدن به کلاس ها. پس اولین پارامتر من چی خواهد بود؟ روت خواهد بود، یعنی این لیبله بچسبه به اون روت. بعد در مقابل خب لیبل باید یک سری خصوصیاتی داشته باشه. من می نویسم تکستش مساوی مثلا هلو کلاس. خب اگه الان این برنامه رو اجرا کنم چیزی در خروجی برای من ظاهر نخواهد شد. دلیل چیه؟ دلیلش اینه که این لیبل رو من هنوز بر روی این فرم پک نکردم. یکی از ساده ترین روش ها برای پک کردن یا قرار دادن یک ویجت بر روی یک فرم استفاده از متدی به نام پک خواهد بود. پس می نویسم lb نام این نمونه دات پک، lb دات پک، یعنی اینو پک کن قرار بده روی فرم. خب اجازه بدید یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنم و الان شما بر روی این فرم عبارت هلو کلاس رو میبینید. نگران اندازه فونت نباشید، حالا در ادامه توضیح خواهم داد که ما چطوری میتونیم اندازه فونت رو هم اونجا عوض کنیم. پس در مرحله اول لیبلی طراحی کردیم و این لیبل رو بر روی این فرم قرار دادیم. دوباره برنامه رو استاپ خواهم کرد، میایم سراغ کد. در مرحله بعدی من میخوام یک باتن اضافه کنم. پس اینجا می نویسم btn نام یک متغیر مساوی باتن. باز پارامتر اول ما چیه؟ root. بعد مثلا text مساوی click. باتن root text مساوی click. دوباره اگه اینو فقط الان اینطوری بنویسم باتنه روی فرم نمایش داده نخواهد شد. پس در پایین خواهم نوشت btn.pack. btn.pack. برنامه رو اجرا کنم. شما الان یک باتنی دارید که هنوز وقتی روش کلیک میکنید هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته چون اصلا کدی برای کلیک کردن روی باتن ما ننوشتیم. خب در کنار این اجازه بدید من اینو متوقف کنم. ما میتونیم از اینپوت باکس ها هم استفاده کنیم. خب پس اجازه بدید بیاییم این قسمت اینو من کوچیک‌تر کنم که شما ببینید. قبل از باتنه یک اینپوت باکسی قرار بدم، چیز رو از کاربر بگیرم. اینو شما در انواع سیستم های ورودی هم دیدید که در یک فرمی ما یک سری از داده ها رو از کاربران می گرفتیم، دریافت می کردیم. خب پس من می نویسم مثلا my name مساوی entry. خب بعد که entry رو نوشتم دوباره root و مثلا حالا اینجا من می‌نویسم سایزش مساوی مثلا یه سایز رو در نظر بگیرم، یا اجازه بدید ارزش رو در نظر بگیرم. ارزش مساوی مثلا بشه 30. اینا خصوصیاتی که می‌تونیم توی رفرنس ها هم نگاه کنیم، مثلا فونتش رو بزرگتر کنیم، کوچکتر کنیم یا هر چیز دیگه. بعد می‌نویسم my name dot. حالا دوباره اینو اجرا کنم مطمئن بشیم که اینا درست کار میکنن. ببینید دوستان، پس الان شما یک فرمی دارید، دقیقا این فرم، این بالا هلو کلاس رو نوشته. من اینجا میتونم داده هایی بنویسم و روی این باتن هم عمل کلیک رو انجام بدم. تا این قسمت رو همه متوجه شدن. پس ما یک سری ویجت هایی داریم، حالا من اصطلاحا میگم ابزار هایی داریم که میتونیم بریم سراغ رفرنس حالا زبان پایتون، این کتابخونه رو سرچ کنیم و اونجا نام این ابزارها رو پیدا کنیم و در فرم ها استفاده کنیم. حالا اونایی که برای من لازم بودن رو اینجا توضیح دادم. در مرحله بعدی من به دنبال اینم که زمانی که روی این باتن عمل کلیک رو انجام میدم یک اتفاقی بیفته، یک کاری برای من
انجام بشه. اونایی که نمیدونم ویژوال استودیو کار کردن، اونایی که سی شارپ کار کردن، اینو به راحتی در فرم اپلیکیشن ها میبینند که میتونید در فرم یک باتنی قرار بدید. زمانی که روی باتن عمل کلیک انجام میشه، مثلا یک عبارتی اونجا برای ما ظاهر بشه، دستوری اجرا بشه، هر دستور. خب پس میایم دوباره برنامه رو متوقف کنیم. خب حالا در ادامه من میخوام زمانی که روی این باتن عمل کلیک انجام میشه یک کاری برای من انجام بشه. اجازه بدید کد رو ببندم. خب الان در این قسمت باتن رو من کجا تعریف کردم؟ ببینید باتن اینجاست. خب نوشتم کلیک و بعد در ادامه میام در این قسمت می‌نویسم خاصیت کامند خب مساویه نام یک تابه بنویسم مای اف. خاصیت کامند این مساویه مای اف قرار بگیره. خب کامند این مساویه مای اف یعنی زمانی که شما روی این عمل کلیک رو انجام دادید تابعی به نام مای اف فراخوانی خواهد شد. تابعی به نام مای اف فراخوانی خواهد شد که شما اینجا بکنید یک مقدار بیشتر شما ببینید. خب پس ببینید تابعی به نام مای اف رو فراخوانی خواهیم کرد. حالا بعد از اینکه این مای اف رو فراخوانی کردیم، در درون این مای اف قرار ما چه کاری انجام بدیم؟ اجازه بدید بیایم و اول این بالا بعد از اینکه حالا اینا رو تعریف کردیم تابع مای اف رو هم تعریف کنیم. دیفاین کن مای اف رو به این شکل، بعد دستور بنویسیم. خب چه دستوری بنویسم؟ اول پس بنویسم ببینم آیا دستورات من درست کار میکنن، یعنی هیچ دستوری اجرا نشه. خب پس برنامه رو یک بار سریعا اجرا کنم. شما دوباره همین فرم رو ببینید. خب برنامه هیچ خطایی نداده. زمانی که روی این عمل کلیک رو هم انجام میدیم طبیعتا هیچ اتفاقی نمیفته. پس برنامه رو متوقف کنم. من دوباره برگردم اینجا در همین کدی که دارم، در این کد که داریم، این قسمت که نوشتیم پس. خب من میخوام اینجا بنویسم لیبل یک اسمش چی بود؟ lb.config. خب یعنی لیبل یک رو کانفیگ کن، بعد بیا و یک خصوصیتی در درون این قرار بده. مثلا چی؟ مثلا تکست مساویه اگه اجازه بده تکست مساویه مثلا هادی یا مثلا کلیک، تکستش مساویه کلیک بشه. خب پس در درون تابع مای اف من اومدم و این رو به این شکل تعریف کردم. اجازه بدید برنامه رو اجرا کنیم ببینیم این دستورای درست کار میکنه. پس ما در ابتدا یک هلو کلاس رو اونجا داریم، بعد زمانی که میایم روی این باتن عمل کلیک رو انجام میدیم میبینیم که این تکستی که این بالا بود عوض شد و تبدیل شد به مثلا کلیک. یعنی زمانی که روی این باتن عمل کلیک انجام میشه یک سری از محاسبات قرار برای ما انجام میشن و نتایج رو مثلا من بر روی یک لیبل ببینم. حالا در مرحله بعدی ممکنه شما سوال بپرسید خب پور رضا چطوری من میتونم شما مقدارهایی که اینجا نوشته بودید رو خب این رو وارد برنامه کنم، از اینها استفاده کنم. ببینید دوستان اجازه بدید برگردم سراغ همین کد. این پایین اگه شما دقت کنید ما چی رو داریم؟ مای نیم رو داریم. مای نیم رو چی تعریف کردیم؟ مای نیم رو انتری تعریف کردیم، یعنی این مقدار ورودی. پس من میتونم در این قسمت زمانی که روی این باتن عمل کلیک انجام شد و نوشتم لیبل کانفیگ تکست مساوی این، بنویسم تکست مساوی my name.get.
خب myname.get. ببینید دوستان، الان شما ممکنه بگید که فروزا تو اینا رو از کجا حفظ کردی؟ خب ما داریم از اینها استفاده میکنیم، خب پس طبیعیه که من بلافاصله بتونم این رو توضیح بدم. شمایی که دارید بار اول این رو میبینید، اولا باید اینها رو یک جایی یادداشت کنید، یا بعدا جاهایی که مثلا از رفرنس ها استفاده میکنید ببینید که با استفاده از متدی به نام get ما میتونیم مقداری که در درون یک انتری یا همون تکست باکس نوشته شده رو بازیابی کنیم. خب پس ببینید دوستان، پس نوشتم lb.config تکستش مساوی فلان. خب اجازه بدید برنامه رو دوباره اجرا کنم. الان که برنامه اجرا شد، مثلا اینجا می‌نویسم هادی، بعد روی این باتن کلیک می‌کنم. شما ببینید این بالا لیبل تکستش تبدیل شد به هادی. بعد مثلا اینجا من می‌نویسم رضا، بعد کلیک رو انجام میدم، بعد میبینید که این تبدیل شد به رضا. یعنی مقدارهایی که در درون اون تکست باکس نوشته شد بدون هیچ پردازشی بر روی همین لیبل برای ما نمایش داده شد. تا این قسمت بحث رو داشته باشید، یعنی ما تونستیم یک تکست باکسی برای دریافت داده ها مثلا از کاربر داشته باشیم، در کنار این یک لیبلی داریم که میتونیم اونجا از کاربر داده هایی رو که گرفتیم مثلا نمایش بدیم، و یک باتنی داریم که واسطه بین این کاست، زمانی که روی این کلیک میکنیم یک تابعی فراخوانی میشه و مجموعه ای از دستورات رو اجرا میکنه. نکته ای که حالا میخوام در مورد همین فرم ها شما در نظر بگیرید چیدمان این هاست. ببینید من هر المانی رو که پک کردم اینجا خب میتونم به سادگی بیام و از چی استفاده کنم؟ میتونم به سادگی بیام و از مختصات استفاده کنم. دقیقا مختصات رو برای هر کدوم از اینها در نظر بگیرم که مثلا X و Y و Z مثلا در چه اندازه هایی باشن. خب اما یک راه حل بسیار بسیار ساده تر هم وجود داره و اون هم استفاده از گرید خواهد بود. ببینید دوستان گرید چه کاری انجام میده؟ یک لحظه من این رو با یک علا مداد مانندی نشونتون بدم. خب ببینید دوستان گرید یعنی این که ما بیایم این فرممون رو خب اینطوری خونه بندی کنیم. ببینید اینها رو اصطلاحاً رو خواهیم گفت و اصطلاحاً به اینها هم کالم خواهیم گفت. خب پس اینا هم چی هستند؟ رو هستند. اینجا بنویسم که شما هم ببینید رو. پس اینجا سطر صفر و ستون صفره، اینجا سطر صفر و ستون یکه، خب سطر صفر و ستون دو هستش، اینجا سطر یک و ستون صفره، اینجا سطر یک و ستون یکه. گرید رو اینطوری میتونیم تصور کنیم، پس گرید هامون رو میتونیم به این شکل تصور کنیم. حالا این گرید رو که شما اینطوری تصور کردید، خب ما میتونیم بیایم و به جای پک کردن از گرید ها استفاده کنیم. به چه شکلی از گرید استفاده کنیم؟ اجازه بدید من این رو یک مقدار حالا مینیمایز کنم که راحت تر شما ببینید. پس ببینید زمانی که من نوشتم لیبل من، خب نوشته لیبل ما به چه شکلیه، من میتونم بنویسم lb.grid خب رو مساوی صفر و کالم مساوی صفر. دقت کنین رو مساوی صفر و کالم مساوی صفر، یعنی لیبل من در خونه شماره صفر و صفر قرار بگیره، اون بالا گوشه. خب مثلا جایی که من میخواستم این انتری رو یا همون چی رو، همون جایی که داده از کاربر میگیرم رو قرار بدم، مینویسم my name dot دوباره grid، بعد دوباره رو مساوی مثلا یک همون سطر صفر باشه و کالم باشه یک. خب بعد مثلا باتن رو که در نظر گرفتم، باتن رو وقتی میخوام
در روی این فرم قرار بدم button.create. خب بعد بنویسم رو مساوی صفر مثلا، خب و کالم مساوی سه، خب کالم مساوی سه. الان اجازه بدید همین رو اجرا کنم. پس همین رو اجرا میکنم. شما الان میبینید، ببینید لیبل یک کجا قرار گرفته. لیبل یک درست در خونه شماره صفر، یعنی سطر شماره صفر و ستون شماره صفر قرار گرفته. خب پس دقیقا اینجا همونطور که ما پلان کردیم، صفر و صفر این لیبل ما قرار گرفته، بعد صفر و یک این انتری ما قرار گرفته و صفر و دو همونطور که در نظر گرفتیم این کلیک ما قرار گرفته. حالا شما میتونستید اینها رو بیارید مثلا در پایین تر هم طراحی کنید. پس در این آموزش خیلی کوتاه من سعی کردم روند ایجاد یک فرم در زبان پایتون با استفاده از کتابخونه کینتر رو معرفی کنم. حالا در ادامه شما میتونید برید سراغ رفرنس ها. خب در رفرنس ها شما ویجت های بیشتری ببینید، مثلا کومبو باکس ها، لیست باکس ها، چطوری یک ایمیج رو میتونیم نمایش بدیم و الاخر، و از اونها استفاده کنید. پس برای تعریف یک فرم کافیه برگردیم اینجا. اجازه بدید این قسمت رو من ببندم. خب کافیه بیایم و یک ایمپورتی انجام بدیم، تینکر رو ایمپورت کنیم، بعد یک نمونهی به نام روت درست کنیم و با استفاده از این روت تمامی ویجت ها رو بر روی این فرم قرار بدیم. امیدوارم که این آموزش هم مثل آموزش های قبلی براتون مفید باشه.